بلا از آسمان، دوباره بر سر مردم جنوب ایران میبارد. یک بار دیگر سیل در استان بوشهر. شهر برازجان در این استان زیر آب است. مردم به ناچار به پشت بام خانه هایشان پناه بردند. خودروهای مردم را در خیابان یا آب برده، اینم دناپلاس محمود، یا زیر آب غرق شدند و برخی این ور و آن ور اصابت کردند. در برازجان اجناس فروشنده سیل زده جلوی چشمش شناورند. در شهر گناوه در استان بوشهر هم مغازه ها در آبند. وضعیت سرپل، وضعیت قرمز. دومین سیل طی تنها چند روز. استان بوشهر هفته پیش هم بعد از بارندگی دچار آب گرفتگی شد. رسانه های داخلی میگویند جاده های بین بوشهر و خوزستان مسدود شده. استان فارس هم از این بلا بی نصیب نمانده، به ویژه شهر کازرون. و گفته می شود شهر هندیجان در استان خوزستان هم دچار آب گرفتگی شده. خیلی خطا بالا دنده آب اومده بوده. خوزستانی که هنوز از سیل هفته پیش درگیر عواقب آب گرفتگی است. و مقامات اما همچنان در حال شانه خالی کردن از مسئولیتند. صادق حقیقی پور رئیس آب و فاضلاب استان خوزستان اما میگوید مشکل فاضلاب به او مربوط نیست. به سهم خود ما، یعنی شرکت آب و فاضلاب خوزستان، هرچند که اصلا از جزء وظایف قانونی ما نیست دست آب بارندگی، اما از مردم شریف استان عذرخواهی بکنم. یک روز پیش از اظهارات رئیس آب و فاضلاب، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان هم گفت که مسئول حل مشکلات آب گرفتگی این استان نیست. ببخشید وسط صحبت شما، شما چند سال استاندار خوزستان هستین؟ از 4 سال. آقای شریعتی، در این 4 سال چقدر از این مشکلی که اشاره میکنین و خودتون اقدام به رفعش کردین؟ اگه خاطر شریفتون باشه، من از دارم که این جزء وظایف شهرداری هاست. هر دو مقام میگویند وظیفه شهرداری است که این مشکل را حل کند. اما شهردار اهواز بعد از سیل سال پیش در مصاحبه ای مسئولیت را متوجه آنها دانست. پاسکاری مسئولیت. فاضلاب مربوط به شرکت آب و فاضلاب هست. آقای شاهری، الان شما دارین توپ و تو زمین آفا میندازید. آفا میگه شهرداری. الان مردم مظلوم چه گناهی کردن که این وسط گرفتارن؟ الان توضیح میدم. منابع ما جوابگوی این قضایا نیست. آقایان شریعتی و حقیقی پور میگویند موزل فاضلاب خوزستان به آنها ارتباطی ندارد. اما هر دو گفتند که میلیون ها یورو برای رفع این مشکل دریافت کردند و با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران قرارداد بستند. مبلغ حدوداً 100 میلیون یورو برای 2 سال برای توسعه و اصلاح شبکه فاضلاب اهواز تخصیص داده شد که خوشبختانه از اوایل سال مالی امسال، یعنی حدود شهریور ماه، ما این مقداری از این پول رو دریافت کردیم. قرارگاه خاتم الانبیا رو به عنوان پیمانکار در نظر گرفتیم و از 2-3 هفته پیش عملیات رو آغاز کردیم. 50 میلیون یورو اختصاص پیدا کرده و قرارگاه خاتم به عنوان پیمانکار کار انتخاب شده. کار داره شروع میکنه. کار بسیار بزرگی است که انشاءالله این مسئله شروع بشه به حلش. البته فاضلاب اهواز به قیمت الان 300 میلیون یورو هزینه میخواد. مردم استان نفتخیز خوزستان از بیتوجهی مسئولان در روزهای اخیر شکایت داشتند. باید یکی جوابگو باشه یا نه؟ امروز هم میگذره، مسئولین هم میذارم پشت گوش و میرم به سلامت. به خدا یه روزی میانم به مجازات برسن. از کمک رسانی مسئولان دل سردند.